نوزدهمین نشست سه‌جانبه افغانستان، ایران و سازمان ملل امروز در کابل با امضای دو تفاهم نامه در خصوص ایجاد تسهیلات به مهاجرین افغان در ایران پایان یافت. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید با مقامات ایرانی روی حضور قانونمند تمام افغانهای مهاجر در خاک ایران و برگشت داوطلبانه آنان به کشور به توافق رسیدند. ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم و باز هم مجددا یک بار دیگه مثل تفاهم‌نامه‌های قبلی و مثل نتایج اجلاس‌های قبلی تأکید شد که عودت مهاجرین و پناهندگان در کشور خودشان باید داوطلبانه باشد. در رابطه با توافقی هم که شده این استش که واقعا حضور قانونمند باشه، هم دولت افغانستان این موضوع رو تلاش بکنه و کار بکنه و هم ما هم در حقیقت کمک بکنیم برای اینکه این حضور هرچه حضور قانونمند و عزتمندی باشه. بر اساس این توافقات ایران زمینه های خوب شغلی و تحصیلی را برای پناهندگان افغان فراهم خواهد کرد و از جانب دیگر حکومت افغانستان خود را مکلف می داند تا افغانهایی که به گونه داوطلب به کشور بازگشت می کنند صاحب اسکان و شغل شوند. دولت افغانستان مکلف است که با برگشتن مهاجرین عزیز ما که در کشور عودت می کنند زمینه زندگی آبرومندانیشان از حیث اسکان و اشتغال فراهم بکنند. این خلاصه بحثایی بود که ما در قسمت اجلاس سه جانبه داشتیم. گذشته از این مسئله‌ای که در حال حاضر بیشتر افغان‌ها را به دلیل نبود امنیت و شغل روانه کشورهای بیرونی می‌کند، سازمان ملل را نیز نگران ساخته است. گسترش ناامنی ها در افغانستان بیشتر افغان ها را در مناطقشان بیجا ساخته است که خیلی نگران کننده است و این موضوع سبب شده تا بیشتر آنان روانه کشورهای بیرونی شوند. بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر حدود 2,500,000 مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که از این میان 1,300,000 آن به شکل قانونی و متبقی بدون اسناد اقامت زندگی می کنند.